ایران در آینه جهان. سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا: مجمع عمومی امسال سازمان ملل متحد پایه در واقعیت ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال جاری به عنوان سکویی برای رژیم قاتل ایران برای به اشتراک گذاشتن ایده های ضد دموکراتیک خود در خاورمیانه استفاده شده است. جونی ارنست، عضو کمیته خارجی سنای آمریکا: استراتژی شکست خورده بایدن در مماشات با ایران باید پایان یابد. دکتر حنیف خیری، نماینده سازمان غیردولتی انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان: ما می‌خواهیم توجه شورای حقوق بشر را به ضرورت حیاتی برای مداخله فوری بین‌المللی برای رسیدگی به فرهنگ معافیت از مجازات و افزایش هشدار دهنده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران جلب کنیم. در کمتر از 2 سال پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، مقامات ایران بیش از 1200 نفر را اعدام کردند. به طرز تکان دهنده این تعداد شامل حداقل 38 زن و 8 نفر است که در زمان ارتکاب جرایم ادعایی خود زیر 18 سال بودند. سخنان سازمان غیردولتی انجمن بین‌المللی برای برابری زنان در شورای حقوق بشر: جمهوری اسلامی به فتوای خمینی کمیته‌های مرگ را تأسیس کرد که 30,000 زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد و در عرض چند ماه اعدام کرد. آنها در گورهای دست جمعی ناشناخته و بدون علامت دفن شدند. خانواده‌های قربانیان هرگز از محل نگهداری آنها مطلع نشدند.